فصل دوازدهم. حتی اگر این گونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره رویاها و مکاشفاتی که خداوند به ما عطا فرمود صحبت کنم. من شخصی را در مسیح می شناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. جسمن یا روحن نمی دانم. خدا می داند. فقط می دانم که این مرد به بهش برده شد. نمی دانم جسمن یا روحن. خدا می داند. و چیزهایی شنید که انقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. من حاضرم به تجربیات این مرد ببالم. ولی در خودم هیچ دلیلی برای بالیدن نمی بینم. مگر در ضعف‌های خود. اگر بخواهم به خود ببالم، مثل یک احمق سخن نخواهم گفت. زیرا هرچه بگویم عین حقیقت است. اما چنین کاری نخواهم کرد. مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود. و برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. 3 بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت: فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. من درست مثل یک احمق حرف می‌زنم، ولی تقصیر شماست. شما مرا مجبور کردید. در تمام این مدت شما باید از من تعریف می کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، بازم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود، جز اینکه برای امرار معاش خود از شما کمک نمی گرفتم. مرا برای چنین بی‌عدالتی ببخشید. اکنون این سومین بار است که حاضرم نزد شما بیایم. قول می دهم که به شما تحمیل نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنم، بلکه برعکس، و والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. پس من خوشحال می شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ شما قبول می کنید که من بر شما تحمیل نشدم، اما در عوض می گویید که من خیلی زرنگ بودم و با حیله شما را فریب دادم. چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره‌ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره‌ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ شاید گمان می‌کنید که ما در طول این مدت می‌کوشیم پیش شما از خود دفاع کنیم. خیر، ما در حضور خدا و در اتحاد با مسیح سخن میگوییم. آری ای دوستان عزیز، هرچه میکنیم برای بنای شماست. من از این میترسم که وقتی پیش شما بیایم، شما را غیر از آنچه میخواهم بیابم و شما نیز مرا غیر از آنچه میخواهید بیابید. آری، میترسم که در آنجا با نزاع و حسد و تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی و خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم. و می ترسم این بار که بیایم خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد. یعنی من برای اشخاصی که گناه کردن و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبه نکردن، اشک خواهم ریخت.